میدونی چیه؟ درست تو لحظه که فکر میکنی تو قله خوشبختی هستی، تازه میفهمی چقدر فاصلت با دره بدبختی کمه. اصلا زندگی فاصله دره و قله ایه که از صبح تا شب طی میکنی. چرا وایسادی؟ سمانه؟ بله. ببین، من زندگیمو بر روی صداقت با تو شروع کردم. هیچ وقت هم بهت دروغ نگفتم. البته شاید یه چیزایی رو بهت نگفته باشم، ولی دروغ بهت نگفتم. آره، خب ولی الان چه وقت این حرفاست؟ مثل اینکه مهمونا منتظرن. و البته شاید من باید یه واقعیت رو به تو بگم. خب ببین، من خرج این عروسی رو با هزار زحمت و قرض و قله و بدبختی شروع کردم. فقط به خاطر اینکه پدر مادرم زودتر به آرزوشون برسن، خودم از این بی سر و سامونی نجات پیدا کنم، یه سر و سامونی بگیرم، برای اینکه این راهی که دارم تو زندگیم انتخاب کردم دارم میرم، با عشق برم، تنها نرم. آقا مرتضی تو چقدر خوبی، حروم میشی ها. اصلا تو واقعا به سر من منت گذاشتی. من همه اینا رو میدونم، ولی آخه الان موقع این حرفاست؟ آره اتفاقا الان موقع این حرفاست. اصل بدبختی و بیچارگی من تازه همین امشب شروع میشه. پول شام، شیرینی، عکاس، زینی تصویر برداری که برداشتیم آوردیم، همه اینا پول میخواد. کت شلواری که اجاره کردم، پول همین تاکسی، همه و همه پول میخواد و من یک قرون پول ندارم جز یه 5000 تومانی ناقابل و خانواده‌ام هم نمیتونن به من کمک کنن چون فکر میکنن که همه چیز ردیفه. خیلی بامزه بود. خیلی خندیدم. بامزه ترم میشه. ببین، من اصلا شوخی نمی کنم. 6 ماهی که دنبال این وام ازدواج لعنتی دارم میگردم، ولی از این بانک به اون بانک منو دارم پاس میدن. الان میخوام برم تو این بانک بگم آقا لطف کنید وام منو 1 ساعته بدید، این حق منه. آره به همین راحتی اونا هم میگن چش بفرما، اینم وام تو. ای آقا چرا زودتر نیومدی؟ آماده بود. مسخره یا غیر مسخره، من الان در موقعیتی هستم که باید این کارو انجام بدم. هیچ جمالیم نیست. نمیدونم اصلا چه جوری، واقعا تو چه جوری میخوای این کارو کنی؟ میرم جلو میگم که ببخشید آقای رئیس بانک، لطف میکنید این وام ازدواج منو که بدون هیچ تقلب و بدون هیچ پیله‌ای است لطف کنید 1 ساعت به من بدید. اگه گفت باشه که میگم خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. اگه گفت نه میگم خیلی خوب باشه، یا مرگ یا وام. میگیرم طرفشون، یه تیر هوایی هم میزنم. دادن ندادن، حالا ما میدونیم اونا دیگه. واقعیه؟ نه خیر، اسباب بازیه. حتی پول اینم نداشتم بدم، از بچه برادرم گرفتم. میرم توی بانک و خیلی محترمانه بهشون میگم که لطف کنید این وام منو بدید، این وام حق منه و باید بدید. ببین، یعنی من درست فهمیدم دیگه، تو میخوای بری سرقت؟ این اسمش سرقته؟ خجالت نمیکشی؟ دهنتو آب بکش. من تو رو گرفتم به خاطر این صداقت و بیریاییت، تهمت میزنی به من؟
کجاش سرقته؟ یکی میخواد بره حق خودش رو بگیره اسمش سرقته، یکی میخواد بره وام خودش رو بگیره سرقته. فقط به خاطر اینکه بهشون بگم که آقا یک ساعت این وامو زودتر به من بدید، نمیخوام یک سال علاف بشم مهمونم منتظر منن، اسمش سرقته؟ آره از کی تا حالا سرقته؟ خوب شد تو رئیس بانک نشدی. تو ماشین بشین من میرم بازار برمیگردم. نه بهتر تو هم بیای، اینجوری حرفمون بیشتر میره. با من هستی؟ حیف که تنها ببینم دستای سبز زندگی، حیف که باغ سمون کبیر بشه تو تشنگی، یعنی که آروم بزنه تو کوچه. آقای بانکی، آقای بانکی، آقا مجید چه خبر الان شما؟ باشم به شما چه؟ خیلی خوب. ببخشید من معذرت میخوام. ببخشید آقای بانکی، بانکی آقای بانکی، شما رئیس این بانکی؟ به قیافه من نمیاد رئیس بانک باشم. فرمایشتونو بفرمایید. خدمت شما، اینم مدارک کامل و جامع. دست شما درد نکنه. فرمودید منزل در کدوم منطقه است؟ منطقه 6 قربان هستم. متاسفم به منطقه ما نمیخوره. شرمنده. ببخشید معذرت میخوام، مگه اینجا مدرسه است و من برای ثبت نام اومدم اینجا؟ شما مدیر مدرسه هستید. به قیافه اینجا میاد که مدرسه باشه؟ نه قربان برم اینجا بانک. منم آقای کاوه بانکی رئیسشم. در ضمن بخشنامه اومده برای ما، مسئولیت داره. شما باید برید مربوط به منطقه خودتون میشه، باید برید تو منطقه خودتون کارتون انجام بدن. عزیز من قربان شما برم، من ما که تو خود منطقه 6 نیستیم که، ما تو لب منطقه 6 هستیم. یعنی آرزم خدمت شما که اگر این منطقه 6 اینجوری در نظر بگیریم، ما تراس و ایوون و پنجره و اتاق خوابمون توی منطقه 7 یعنی منطقه شماست. ما منطقه 6یم. یعنی موقعی که ما دراز که میکشیم نصف پامون از گردن به پایینمون توی منطقه 6 میفته، گردن به بالا اون منطقه 7ه. حالا شما به خاطر این یه تیک انقدری نمیخواید به ما وام بدید؟ نصف بیشترش رفته به 6. پس شما گفتین شبا پاتون تو منطقه 7. خیلی بفرمایید. مسئله نیست. خواهش بله خب مبارک باشه. خب میبینم که مدارکتون هم کامله. باش. توجه بفرمایید. نوبت وام 6 ماه اول ما تموم شده. من شما رو می‌ذارم تو نوبت دوم که ان‌شاءالله کارتون زودتر راستوریس بشه. رو چشم. آقای محترم جانم، الهی قربونت برم، من تمام هزینه هام امشب، اصل پول خرج کردن های من امشب، من امشب عروسیمه. چرا متوجه نیستید شما؟ من خرج دارم، تا همین جاشم هم دلمو زدم به دریا و از هزار نفر قرض و قوله کردم. امشب به بعدش دیگه به کرم شماست، هر چی کرمتون همونو بدید دیگه بابا. قربونت برم، کرم من اینه که بیام تو عروسی شما بشکم بزنم، چایی بدم، شیرینی بدم، وگرنه کاری نمیتونم انجام بدم توی این بانک. والا به خدا که این کارو بکنید شرف داره به این که مردم علاف کنید. لاقل دوتا بشکن زدید تو عروسی ما. شما خیلی بامزه یا شما خیلی بامزه ترید. خیلی جالبه ها. چیش جالبه خاله؟ خب همه چیش دیگه. ببین آرایشش، تورش، گلش، اون آقای شوهرش، همه چیش. بله ببخشید عروس خانم جون، آقای داماد تحصیلاتش چی هست؟ دیپلم. چجوری حاضر شدین با یه دیپلم ازدواج کنین؟ مهمه عوضش نگاه کن هیکل شما مثل این بادی بیلدینگ ها میمونه. مولی خانم میگم ایشاله روز عروسی ما دیگه. چیز یعنی عروسی شما با خب حالا این عروس خانم خوشگل چرا اصلا حرف نمیزنن؟ حرف بزنین. انگیزه شما از ازدواج چی بوده؟
بفرما سر کارتون خواهش میکنم. مامان عروس تو بانک ندیدی میخوای نگاش کنی؟ آخه مادر جون ببین چقدر نازه. کار مردم رو ببین، خیلی نازه. مشتری صداشو در اومد. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله الان بفرما. بله بفرما. این همه کار بکنم خانم ببخشید. من این عزیزم بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا مزاحم نیستی، خواهش میکنم. بفرمایید بشین الان میاد. میدونم معطل ایشون هستی، بفرمایید شما الان میان میریم. ایشالله الان میریم به جشنتون میرسیم. بفرمایید خواهش میکنم. بابا اون ورقه پنجم دست کیه؟ قربونت برم، به قیافه من میاد آدم مسخره ای باشم؟ نه، شما منو مسخره کردی عزیز دلم. عزیز دل من، من دارم شما رو مسخره میکنم یا شما دارید منو مسخره میکنید؟ شما آقا شما دارید حقوق میگیرید، پول میگیرید که کار مردم را بندازید. آخه چرا کار مردم را نمیندازید؟ کار مردم را بنداز. قربونم برم، اولا داد نزن. داد میزنم جون من، داد نزن. اینجا بانکه، بعدم کدوم حقوق؟ به جان عزیزت، به جان همین عروس خانم، ما دو ماه نه حقوق گرفتیم، نه مزایا، نه اضافه کار، نه هیچ کوفت زهرمار دیگه، یک قرون پول نگرفت. بساتی دارم آقا جان، مثل این که اصلا من و شما نمیتونیم حرف هم دیگر بفهمیم. شما نه موقعیت منو درک میکنید، نه من، نه موقعیت منو میفهمید، نه درک میکنید که من چی دارم میگم. بابا جان من امشب عروسیمه، پول میخوام، هزار تا هزینه دارم، چرا نمیفهمید شما اینو؟ قربونت برم من میفهمم، باور میکنم که شما هزینه داری، ولی این کف دست شما مودیدی بکن. آخه مرد مؤمن، مرد حسابی، خودتو بذار جای من. من زنمو با این سر و وضع برش داشتم آوردم اینجا که شما حرف منو باور کنی. موقع تو اینجوری داری جواب منو میدی؟ من که از خودم نمیگم بابا، اینجا بانک مسئولیت داره، من فقط رئیس. از این بانک، یعنی از این کف دست من برای شما پول نبرم. از شما یکم به من فرصت بدین قربونت برم. من جان عزیزه به من رحم کنم. باشه ببین، این بانک تازه تأسیسه، من تازه رئیس شدم، منو بدبخت میکنی؟ این بدبختا رو میبینی؟ اینا همه خانواده منم، برادرم، زنم، زن برادرم، خواهر زنم، مادر زنم، نه یعنی پدر زنم، مادرم، اینا همه بدبخت میشن. بس دیگه دست بگیر بالا، دست بگیر بالا، دست بگیر بالا، دست بگیر بالا، گفتم دست بگیر بالا. شلیک میکنم. پاشو سرش بگیر، اون شیطون درش نکنه. پاشو دست بگیر بالا، بذار سرت، بذار سرت. پاتم بگیر بالا، پاتم بگیر بالا. آخه نمیتونم راه برم. پاتو بگیر بالا. پس من چجوری دارم راه میرم؟ پاتو بگیر بالا. آخه من چجوری راه میرم؟ بیا بیا. شلوغ کنی با همین میزنم تو سرت. جان بچه‌ت. باشه راه بیفت. راه بیفت. چتایو. راه بیفت. چتایو. چتایو نداریم اینجا. چتایو نداریم اینجا. راه بیفت. دست به غلط از راه بیفت. راه بیفت. شو هفت منطقه، شو هفت بیت نشون بدم که هر کدوم از اعضای بدن توی منطقه باشه. برو. آقا، چکریم آقا، ما اونو کرد خانم بانکی. بچه نترسید، نترسید، مجید اجدا اینجاست. مورو خانم نترسید، هیچ نترسید، من آقا نوکرتا. مرتضا، تو رو خدا بذارش کنار، خواهش میکنم این کار رو نکن. تو ساکت باش زمانه، حرف نزن، ما زیاد وقت نداریم. ساکت، همه تون ساکت. چشم کسی حق نداره حرف بزنه، گفتم ساکت. خفه تو هم اینطور. آقای بانکی. آقا. عرض کردم آقای بانکی. بله. آقای بانکی. بله. رئیس بانک. خب کار منو راه بنداز، میخوام برم دیگه. چش. خانم بانکی. بابا خانم کتایون بانکی. یه وام خارج از نوبت ازدواج برای ایشون چیز کنین، دست با کنین. من تمام مدارکش رو دیدم، همه درسته، درسته. بله مثل خودشون، فقط زودتر. ببخشید ولی من خیلی، آقا مرتضی خیلی شرمندم، ببخشید. من نمیتونیم این کار بکنیم، به خاطر اینکه اگه هر کی قرار باشه از این هفتیر رو دستش بگیره بیا تو بانک بخواد پول بگیره که نمیشه، وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب. پس اینطور ساکت، ساکت، ساکت. آقای مجید خان. مجید اجدها. یه اجدها بازی در بیار، تمام مشتری ها رو بیرون کن الا این پسر رو. چش آقا، چش. آقا من مرد میخوام یه صحبت کوتاه سمت خدمتتون بگم. بله؟ شما مثل این که سینما تشریف نمی بریم فیلم نگاه کنیم. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ بگیم، 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 ب
ربطشو میگی یا مخشو داغون کنی؟ قربونت برم اینو برن بیرون که میرن پلیسو خبر میکنن. خوشبخت آقای بامزه، آقای بامزه، تا پلیسو خبر کنم برسه اینجا خودش 110 دقیقه طول میکشه، بعدش هم انقدر ترافیکه که پلیس حالا حالا نمیرسه. از اون لحاظ بله از اون لحاظ. حالا وام منو میدید یا میدید یا آقا بیرون کنید؟ اگه نمیدید آقا بیرون کنید. پس زودتر وام منو بیرون کنید. بیرون کن دیگه همه رو. دستو رو بندازین. دستو بنداز گیرلو شما. فقط این باشه باشه باشه. خبره کجا؟ هیچی بابا سرقت گرگانگیری یا اومده همه گرفته خبری گرفته من دارم میرم دیگه. کجا تو دا... تو کجا داری میری؟ بابا یه نفر کمتر صده میری بهتره دیگه تو من میگی بابا من کجای میپری بالا پایین؟ تو نگهبان بانکینا سلامتی تو فردا میخوای با مولوک خانم ازدواج کنی؟ آخه تو هم مردی تو نامردی اون چطوری آیند نشده؟ من که نمیخواستم فرار کنم که میخواستم برم عمو جمع دو دایی جمع دو بزنیم بیم حال این رو بگیرم دیگه. تو کلاس میدی؟ کجا دیگه وایس دیگه وایس بابا نه بابا کجا بری؟ خوب. من خودم اینجا من یارو کفشش دیدم فهمیدم دزه. خب باش بهش کنم وایس منم یا نخوری زمین بابا خیلی مثل که هول کردی بابا من باید بیام آقای کاوه بانکی من لطف کرده من از در به دری و بساط توی زنبیل ریختن نجات داده من الان واسه خودم کسی شدم ویترین زدم وارد صنف واتسیا شدم من درست فامیلی بانکینی ولی قلبم بانکیه این یه لقمه نونی که دارم میخورم خیلی سر آقای بانکیه منو با خودت ببر چاکرتی باشو قربانت بری نمیدین میدین چی میده؟ چی میده؟ دست بالا! دست بالا! بگیر اون بر! بگیرش اون بر! آقا این نکم! تشمه گیر اون بر! بیا! آقا چطوری؟ خب دمیدن میگفتی دوزی ما تحویلت میگرفتیم دیگه مرد حسابی مرتضا دوز نیست! پس چیه؟ اجازه بدین! اجازه بدین! اجازه بدین! من مرتضا هستم و متقاضی وام ازدواج و شما بفرمایی تو چی؟ تو چی؟ تو خودت چی؟ اونو بگیرش اون بر من حجتم ساکت بذارش خودم معرفی کنم من حجت گلرشتم دم در بانک کار میکنم دست منو اینجا بند کردن این آقای کاوه بانکی خیلی به من لطف داشتن آقای بانکی منو واقعا دوست دارم مخلصتم قربانت مرسی بذار من حرفمو بزنم منو از کودکی آورده اینجا دستمو بند کرده گذاشته من کار کنم اگه یه قراره کسی گروگان گرفته بشه اون منم منو باید گروگان بگیری اصلا من خودم رو جزو بانکی ها میدونم درست فامیلیم گل درشته ولی من خودم رو جزو بانکی ها میدونم به من کار دادن به من سر و سامون دادن اگه قراره گروگان بگیری منم بگیر منم جزو گروگان ها بگیر منو نه حجت اونی که باید بمیره اونی که باید جای باباش بمیره کامرانه منم کامران بانکی من نه نه من باید جای بابام کشته بشم پدر مادر کجایی که کامران تو کشتن بدن نه بزن فکر نکنی جنب برو گرفتی نه بدن بارو بارو آقا ببینم اجازه بدید ببینم شما منو مسخره کردین؟ بله بله من خیلی خود نمیدین؟ بابا من با این دختر بدبخت 5 سال نام زدیم پول نداشتیم از بی پولی ازدواج نکردیم حالا دلمونو زدیم به دریا میخواییم پول میخواییم پول میخواییم ازدواج کنیم وامی که حقمونه ببخشید آقای مرتضی اونو بیار پایین اون بیار پایین ببین من میگم که میدونی که خودت ایجاد رب و وحشت خودش جرم محسوب میشه میدونی که بلد اینو ببینید مادر ما شما از خطای اونجا خیلی خوب باشه این نداره من مادر شما باش به مادر جان ببینید این که این تفنگ واقعی نیست این اسباب بازیه این همه ما این خود من این عروس خانم اسباب بازی هستیم آره؟ ایش وای چقدر قشنگ این فیلم ها میمونه آخ من یاد فیلم پول بردار و فرار کنه بود یا نه انداخت یادتی تفنگش صابون بود یادتی مگه دیدی؟ جون هم بده من یه بار دیگه ببینه ولی اینو بدون که این فیلم نیست این فیلم نیست این یه واقعیتیه و منم دامادم که بابا من دامادم چجوری بهتون نشون بدم من دامادم واقعا دامادی ها
بابا من پول میخوام ازدواج کنم، چرا نمیفهمی پول میخوام؟ من درد منه، منم میخوام ازدواج کنم، منم میخوام ازدواج کنم. آقا بیا ازدواج دانشجویی بگیر، من ازدواج کنم، کامران ازدواج کنه، سامان ازدواج کنه، یه ازدواج دانشجویی بگیریم، کم هزینه، مرکی هزینه کشیم. چه زمونی بشم؟ بابا من دوز نیستم، باور کنی من دارا تو زندگی من دایی چخالا بادم هم ندازیدم. زن میخوام دیگه، زن پنج سال این بدبخت رو علافش کرد. علافش کردن دست به ما درد نکنه. شما جای پدر من، شما اصلا جای برادر بزرگتر من، شما اصلا سرور من، شما بگید من چیکار کنم؟ بابا من حقم رو میخوام، اومدم اینجا وام ازدواج هم میخوام، میگم به جنگ شیش ماهه بدید یه ساعته بدید مهمونم منتظرم، دختر بدبخت رو نگاه کن، بمیرم برات، بمیره مزرزا برات، بمیره خودت کنترل سر راهت نشینم خسته خسته. ای سمانه گل ریحون بچینم همچین دست دسته. اینجاست که میگه گل ریحون چنین بویی نداره، آخ دل ما طاقت دوری نداره، سمانه دل ما طاقت دوری نداره، اما کامه دل ما طاقت دوری نداره، دل ما طاقت دوری نداره. به قیافت نمیاد ولی خیلی صدای خوبی داری، یه دونه از اون خوب خوباش بخون. شاکردی. اینجاست که بقیهش میگه جاسنم زیبا سنم زیبا سنم جاسنم جاسنم زیبا سنم. ای وای هنوز خانم خوشگل جون، شما چرا دارین گریه میکنی؟ اینا که گریه نیست، عشق شوقه. اوه چه جاله. واه خاله چقدر ساده ای ها. فکر میکردم بعد پنج سال بالاخره همه چیز درست میشه. نگران نباش، عوض شوهرت مرده بادی بیلدینگیه. کتایون جون. بله کوکی جون، در خدمت. شما چرا آخه به این عروس خانم و اون آقای داماد وام ازدواجشون رو نمیدی؟ کتایون جون واقعا اگه شما نمیدی، من به مسئولیت خودم از تو صندوق پول برمیدارم بهشون میدم، با مسئولیت خودم. آخه نمیشه که همطوری هر کی سرشو بندازه توی اصلی دستش بگیره بیاد بگه به من وام بدی، من بهش وام بدی، میشه؟ اون آقای داماد که گفتین اصلی قلابی علکیه، واقعی نبود که. خب برای همین من دارم بهش فکر میکنم. راست میگی؟ میگیم ملک خانم، ما میخواییم به خاطر شما جون و جوانیمونو به خطر بندازیم، البته با اجازه شما. میخواییم یه جورایی عملیات دستگیری خلیه سالان یا رو سارقه رو یه جورایی شروع کنیم. شما ما رو اگه میشه حلال میکنیم، ما رو نهیدید زیاد دلتنگی برامون نکن. آقا مجید تو رو خدا جون خودتون رو به خطر نندازیم. چکر شما. اسلحه اسباب بازی خیلی خطرناکه. چکرتیم. میخواییم مطلق برامون میکنی؟ نه چه مطلقی؟ شما خجالت نمیکشین؟ چه خطری؟ چه سارقی؟ بدبخت بیچاره تر از این عروس دومات هست، آدم میبینتشون ایمپرست میشه. مورد کانون بیخیال چین دیگه، ما که سیبیلمون هم زدیم اگه میگین دیگه اینو دیگه نفتی داره. خب خودتون میگین چی بود اون دفعه گفتیم؟ ایمپرست تحت تاثیر قرار میگیره. خب چون ما هم پرست مرست شدیم تحت تاثیر قرار گرفتیم، میخواییم بریم کار کنیم که شما هم شما رو ضایع میکنیم. یادتون باشه. ببینید بچه ها، شما جای دختر و پسر من هستید. آدم باید برای حل مشکلات بهترین راه رو انتخاب کنه، راحت ترین راه رو.
یعنی شما میگید که این بهترین راحت ترین راه حله؟ البته که عقلم میرسه. نه این نمیخوام بگم اینو. من میدونم مرتضی فقط به خاطر من این کارو کرده. خب منم میدونم که به خاطر من که نبوده، به خاطر شما. ولی راهش درست نیست. بالاخره هر کاری یه راهی داره، میدونید که. مرتضی مهمونا خیلی دیر شده. بله بله. ولی خدمتون باید عرض کنم که باید مراحل قانونی این قضیه طی بشه، همجوری که نیست ما پول برداریم. اینم از وام این زوج جوان. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه خانم. دست شما درد. این که نمیشه. چرا؟ تفنگ من کو؟ تفنگ لطف کنید. این دفعه دیگه میخوام خودم. آقای کاوه، این دفعه دیگه میخوام خودم بکشم. خسته شدم. اول عروس خانم رو میکشم، بعد خودم میکشم. یا اول خودم میکشم، بعد عروس خانم رو میکشم. این نشد که زندگی که آخه. قاطی میکنید آدمو دیگه. ببین. این دفعه کردنمو کش کردم، آواز میخونم براتون، یه گریه کردم براتون. آقا چشم. اصلا. بالاخره نمیشه. خب ضامن ندارن خانم. خب مگه نمیشه من و شما ضامنشون بشیم ها؟ بالاخره ما باید هوای جوونا رو داشته باشیم دیگه. نه شوهر که نمیدیم. نه چون شما میگین به روی چشم عروس خانم ضابط. درسته. مبارکه. مبارک. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. مرسی. دست شما درد نکنه. ببخشید. اومدم. بیا زنگ میزنم. نوکرت عمر برم 200 جور کن باشه. بله. به افتخار عروس و داماد اون دست قشنگه بود. من عارضم خدمتتون که از همتون متشکرم که منو امروز داماد کردید واقعا با این کارتون. خیلی ممنون. تشکر. خیلی ممنون. متشکرم. با آرزوم رسیدم واقعا. از شما در خدمتم. منم خیلی خوشحالم. البته ناگفته نماند. اگه قرار برای اسلحه و اسلحه کشی و زور و این حرفا بود، این وام به این شازده دوماد تعلق نمیگیره. میگم که همین مسئولیت پذیری ایشون قابل تقدیره. آخه این که نمیشه. هر کی از این در اومد توی اسلحه دستش باشه، ما باش یه جوری تا کنیم که زود وام رو بدیم و بره دیگه. یه ذره افتخاریتون دست کشیده. شو قورباغه افتیل چشم میشه. نازی. آقا مرتضی. راست میگه مهمونای ما منتظر. مثلا یادم رفت دامادم. من امشب دامادم. من امشب دامادم. شما همیشه داماد میمونید. مهمون منتظر شما. عجله نکن. خیلی ممنون. ما شخصا داماد آقا کامرانی. بذار. آقا داماد میگم که بله. ببخشید این اسم بازیتون جا میده. این مال بچه برادرم بود. خوب شد که دادی. میگم آقا داماد ما فهمیدیم این مسئولی های چی الکی چیزی هم که زایده. میگم دامادی حال میده نه؟ حال که والا روم به دیوار حال میده، ولی اینجوریش ندیگه. بله ببین چی دعا کن ایشالله ما مونو خانم هم به پای هم دیگه پیرشیم. بچه گوگوری بوگوری و اینا دیگه ایشالله با هم دیگه پیرشیم. بفهم بریم بسالت برق و باز بله بفرمایید جانم. از اداره پلیس. بله خواهش میکنم. بله بنده کاوه بانکی هستم. بله رئیس بانکی. نه خیر قربان. نه خیر. چه گزارشی؟ نه آقا جون سوء تفاهم بوده. الحمدلله همه چی امن و امانه. بله حتما. بله شما نگران نباشین، ما هستیم قربان، در خدمتیم. قربون شما. خداحافظ. امری بود در خدمتم. کاوه بانکی هستم. لطف کردین قربان.
نترس، کاری ندارم که راحت باش، راحت باش. نترسیدیم، ما قاسم بگیم چکریم. منم چکریم. دوباره والی هستی. آقایون و خانمای بانکی. بله. آقایون و خانمای بانکی. بله. ماشین من روشن نمیشه. آیا هول میدین؟ نه خیر. هول میدین. هول یعنی حالا هول میدین یا هول نمیدین؟ بله. دلت خالی نشه از اسکناس خنده ها، کسری نیاری یه دفعه توی حساب دل ما. چک سلام علیکمون وای اگه برگشت بخوره، اگه یکی از ما دوتا از آدم ها دل ببره. سلام میشه حساب ما بکنی تو بانک ما، مهربونی سرمایت بیا به بانک بانکیا. یه دنیا مهربونی شرایط قرعه کشی، تو هم یه امتحان بکن شاید برنده هم بشی. جایزه یه قرعه کشی، نه ستاره است نه پنجره، هر کی برنده شد تو خواب خورشید و ماه میبره، خورشید و ماه میبره. با یه سلام میشه حساب با بکنی تو بانک ما، مهربونی سرمایته بیا به بانک بانکیا، بیا به بانک بانکیا.